درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. ادامه مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و همراهانشان قرار است که در روزهای آینده در تهران، قم و مشهد ادامه یابد. خبرگزاری رویترز خبر داد که مجلس خبرگان رهبری 6 ماه پیش ابراهیم رئیسی را از فهرست کاندیداهای احتمالی برای جانشین علی خامنه ای خط زده بود. موحدی کرمانی 93 ساله رئیس مجلس خبرگان شد. اسقف آلمانی خواستار عفو محمود مهرابی فعال ضد فساد ایرانی شده که به اعدام محکوم شده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا رئیسی را ظالم خواند و سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید از تسلیت دولت دفاع کرد. با وجود ستایش حماس از ابراهیم رئیسی، خبر کشته شدن او در سانحه هوایی با بی‌تفاوتی ساکنان نوار غزه مواجه شده است. و مجله سینمایی ورایتی خبر داد که ساخت سریال آخرین شاه که زندگی محمد رضا شاه پهلوی را در بر می‌گیرد آغاز شده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 21 ماه می 2024 میلادی برابر است با اول خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. گزارش رسانه‌های ایرانی حاکی است که بعد از اتمام مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و هیئت 8 نفره همراه او در تبریز، اجساد آنها به تهران منتقل شدند. ادامه مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و همراهانشان قرار است که در روزهای آینده در تهران، قم و مشهد ادامه یابد. از سوی دیگر کانال تلگرامی تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی با بررسی شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان بعد از انتشار خبرها درباره بروز سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش نوشته که آمار و ارقام حیرت برانگیز از میزان واکنش‌های مجازی به سقوط این بالگرد رکورد واکنش ها به مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکست. بر اساس این گزارش، بررسی توییتر پارسی نشان می دهد که در عرض کمتر از 48 ساعت بعد از انتشار این خبر، بیش از 305 هزار توییت در این رابطه منتشر شده است. این توییت ها به شکل خیره کننده لایک شدند و در مجموع بیش از 9 میلیون بار لایک و حدود 1 میلیون بار بازنشر شدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی خبر داد که مجلس خبرگان رهبری 6 ماه پیش ابراهیم رئیسی را از فهرست کاندیداهای احتمالی برای جانشینی علی خامنه ای خط زده بود. در گزارش این خبرگزاری با عنوان مرگ رئیسی میتواند رقابت بر جانشینی خامنه ای را تشدید کند آمده است، دو منبع نزدیک به این موضوع گفتند که مجلس خبرگان حدود 6 ماه پیش به دلیل افت محبوبیت ابراهیم رئیسی، وضعیت بد اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا و سوء مدیریت او را از فهرست جانشینان احتمالی علی خامنه ای خط زده بود. یکی از این منابع گفته است که لابی شدیدی از سوی روحانیون متنفذ و حامی رئیسی برای بازگرداندن او به این فهرست در جریان بود. علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران به رویترز گفته است که هیچ کسی به جز تعداد انگشت شماری در سلسله مراتب بالا احتمالاً نمی‌داند که روایت مطرح بودن رئیسی به عنوان جانشین تا چه اندازه ریشه در واقعیت دارد. او گفت اما اگر این برنامه وجود داشت، مرگ رئیسی باعث ایجاد ابهام بزرگی در جانشینی می‌شود. مجلس خبرگان رهبری در نخستین نشست دوره ششم خود که بعد از مرگ ابراهیم رئیسی و محمد آل هاشم دو عضو درگذشته آن برگزار شد، محمد علی موحدی کرمانی را برای یک دوره 2 ساله به عنوان رئیس معرفی کرد. موحدی کرمانی 93 ساله امروز شنبه اول خرداد ماه در شرایطی به این سمت انتخاب شده که بارها موضوع میانگین سنی اعضای مجلس و فاصله معنیدار آنها با جامعه و درک تغییرات کشور از سوی مخالفان مورد انتقاد قرار گرفته بود. برگزاری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 در جمهوری اسلامی سبب شد تا نمایندگان مجلس در آخرین روز کاری خود مجبور شوند که با ارائه طرحی
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کنند تا الزام برگزاری همزمان انتخابات شوراهای شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری مشکل حقوقی برای روند فعلی پیش نیاورد. نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی امروز خود که به صورت دو فوریتی ارائه شده و در نوبت صبح و عصر امروز مجلس باید در مورد آن تصمیم گیری کنند، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فعلی که قرار است در 8 تیر ماه برگزار شود را استثناء کرده تا انتخابات شوراها برگزار نشود و با انتخاب اعضای شوراها برای 3 سال در دوره آینده این دو انتخابات مجددا همزمان برگزار شوند. طبق قوانین انتخاباتی فعلی در ایران، دو انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس شورای اسلامی به طور همزمان برگزار و دو انتخابات دیگر شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری هم همزمان برگزار می شود. محمد مخبر، غلام حسین محسنی اژه‌ای، محمد باقر قالیباف و نماینده شورای نگهبان عصر دوشنبه اعلام کردند که دور 14 رأی‌گیری برای برگزیدن رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران 8 تیر ماه امسال برگزار می شود. اسقف منطقه ماینز در آلمان پیتر کولگراف خواستار عفو محمود مهرابی فعال ضد فساد ایرانی شده که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و به اعدام محکوم شده است. اسقف کولگراف کفالت سیاسی محمود مهرابی را بر عهده گرفته و در چارچوب پروژه قیمومت جامعه بین‌المللی حقوق بشر برای آزادی یک زندانی سیاسی در ایران تلاش می‌کند. محمود مهرابی متولد 7 تیر ماه 1367 است. وی که کارمند شهرداری مبارکه اصفهان است، 12 بهمن ماه سال 1401 در جریان اعتراضات سراسری در منزل شخصی خود بازداشت شد. به نوشته اطلس زندانیان ایران، او به مدت 20 روز در سلول انفرادی نگه داشته شد. سایت هرانا در تیر ماه سال گذشته از قول وکیل مهرابی نوشت که از سوی شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه اتهام افساد فل ارض و تبلیغ علیه نظام به موکلش تفهیم شده است. به گفته اسقف منطقه مانس، مهرابی در حال حاضر در سلول انفرادی به سر می‌برد و این اقدام اغلب برای آماده سازی جهت اجرای حکم اعدام است. مایک جانسون، رئیس جمهورخواه مجلس نمایندگان آمریکا، دوشنبه با انتشار پستی در واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی نوشت: ظلم و ترور در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر دولت جمهوری اسلامی چنان فراگیر و متنوع بود که از کشتن زنان معترض ایرانی به قوانین دینی تا حمایت از نیابتی‌های تروریستی و قتل عام اسرائیلی‌ها را شامل می‌شد. مایک جانسون همچنین روزهای پیش رو برای مردم ایران را سرنوشت ساز خواند و تصریح کرد: ما در این روزها برای ثبات در خاورمیانه و برای رهبران مبارز ایرانی که به دنبال زندگی در صلح با همسایگان خود و جهان غرب هستند و برای روزی که پرچم آزادی در ایران برافراشته شود دعا می کنیم. همزمان جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، تصمیم دولت جو بایدن برای ابراز تسلیت کشته شدن ابراهیم رئیسی را یک اقدام معمول در رابطه با مرگ یکی از رهبران جهان دانست. او در این حال ابراهیم رئیسی را مسئول نقض بی‌رحمانه حقوق بشر خواند و به دلیل حمایت‌های تهران از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه و کشتار مردم بیگناه اسرائیل از او انتقاد کرد. بریتانیا برای اولین بار یک راهنمای جامع خطرپذیری به منظور تجارت در ایران برای شهروندان خود منتشر کرد که در آن این خطرات سیاسی و اقتصادی فهرست و تدوین شدند و درباره آنها توضیح داده شده است. این راهنما که در وبسایت دولت بریتانیا منتشر شده، بر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی تاکید می‌کند که کسب و کارهای مایل به فعالیت در ایران را تهدید می‌کنند. در این راهنما به رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، کارنامه ضعیف حقوق بشر حکومت و محدودیت‌های آزادی بیان در ایران اشاره شده است. این جزوه به فساد گسترده و موانع بوروکراتیک قابل توجه در ایران اشاره و یادآوری می‌کند که ایران در هر دو شاخص درک فساد و سهولت انجام کسب و کار رتبه پایینی دارد. خوانندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. Sa
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم؟ الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب میکنم. رهبران اسرائیل قصد دادستان کیپری بین‌المللی لاهه برای صدور حکم جلب علیه نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور را به موازات صدور احتمالی احکام مشابه برای سران گروه افراطی حماس به شدت محکوم کردند. گروه افراطی حماس هم تصمیم دیوان لاهه را محکوم کرد. دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی لاهه اعلام کرد که به دنبال صدور حکم جلب برای رهبران اسرائیل و سران گروه افراطی حماس به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. بنیامین نتانیاهو در واکنش به این امر گفت: این رسوایی دیوان لاهه نه من و نه ما را متوقف نخواهد کرد. اسحاق هرسوگ رئیس جمهور اسرائیل پیام داد که این تصمیم یک جانبه فراتر از یک رسوایی است که سبب تقویت تروریست ها در سطح دنیا خواهد شد. یسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل تصمیم دادستان دیوان لاهه را یک رسوایی و یک تهاجم افسار گسیخته نامید. از سوی دیگر گروه افراطی حماس هم اعلام کرد که تصمیم دادستان دیوان لاهه قربانی را با جلاد مقایسه کرده است. سامی ابو زهری سخنگوی رسمی بخش سیاسی حماس گفت تصمیم دیوان لاهه مشبقی به اسرائیل برای ادامه جنایت است. نیروی هوایی اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که 29 پهپاد را در آسمان منطقه لویو، میکولایف، اودسا و پولتابا رهگیری و سرنگون کرده است. مقامات این مناطق تلفات یا خساراتی گزارش نکردند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 7 پهپاد اوکراینی را نزدیک به مرز آن کشور منهدم کرده است. 5 فروند از این پهپادها در منطقه بلگرود و 2 فروند دیگر در منطقه کورسک ساقط شدند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سپید روز دوشنبه گفت که ایالات متحده و عربستان سعودی بیش از همیشه به توافق نهایی بر سر یک پیمان دفاعی 2 جانبه نزدیک شدند. او با اشاره به مذاکرات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در پایان هفته اخیر با طرف سعودی افزود که توافق 2 کشور در آستانه نهایی شدن است.
پیشتر در روز یک شنبه اعلام شده بود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با یکدیگر دیدار و درباره پیشنویس تقریبا نهایی شده توافق امنیتی بین واشنگتن و ریاض گفتگو کردند. به گزارش رویترز، مذاکره کنندگان آمریکایی و سعودی به دنبال دستیابی به توافقی دو جانبه هستند که انتظار می‌رود بر اساس آن در ازای توقف خرید تسلیحات چینی و محدود کردن سرمایه گذاری پکن در عربستان، ایالات متحده ضمانت‌های رسمی برای دفاع از پادشاهی و همچنین دسترسی عربستان به تسلیحات پیشرفته‌تر آمریکا بدهد. برونو لومر وزیر اقتصاد دارایی فرانسه روز سه‌شنبه گفت که درهای فرانسه برای سرمایه گذاری امارات متحده عربی در صنعت هسته‌ای این کشور باز است و از آن استقبال می کند. وزیر دارایی فرانسه که به دبی سفر کرده به خبرنگاران گفت که با مقامات امارات متحده عربی درباره اینکه آیا این کشور حاشیه خلیج فارس به سرمایه گذاری در صنعت هسته فرانسه علاقه‌مند است یا خیر صحبت می کند. به گفته این مقام دولت فرانسه، برای سرمایه گذاری امارات متحده عربی در صنعت هسته فرانسه راه‌های زیادی وجود دارد، از جمله سرمایه گذاری در شرکت‌های خصوصی مانند اورانو که بیشتر سهام آن متعلق به دولت است. وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در دبی با خالدون المبارک از نزدیکان رئیس جمهور امارات متحده عربی، مدیر عامل صندوق دولتی ابوظبی و رئیس شرکت انرژی هسته‌ای دولتی امارات متحده عربی دیدار می‌کند. دیدار و گفتگو با سلطان الجابر، وزیر صنعت و فناوری امارات متحده عربی و مدیر اجرایی شرکت دولتی نفت ابوظبی هم از برنامه‌های سفر برونو لومر به امارات است. با وجود ستایش حماس از ابراهیم رئیسی، خبر کشته شدن او در سانحه هوایی با بی‌تفاوتی ساکنان نوار غزه مواجه شده است. آنها معتقدند که رئیسی در دوران حضور خود در قدرت تنها زجر و ویرانی را برای این باری که به ارمغان آورد. حماس که از حکومت ایران حمایت‌های مالی و نظامی دریافت می‌کند، بعد از اعلام خبر مرگ رئیسی به او ادای احترام کرد. این گروه رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه پشتیبانی از مقاومت فلسطین و تلاش‌های خستگی ناپذیر در همبستگی با فلسطینیان خان ستایش کرد. با این حال به نظر می‌رسد که مردم غزه با تمجید حماس از مواضع رئیسی در قبال مسئله فلسطین موافق نیستند. کارشناسان رسانه‌های داخل ایران می‌گویند که با بلبشوی اخبار ضد و نقیض رسانه‌های داخلی از سانحه سقوط بالگردی که منجر به مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او شد، بار دیگر مرجعیت و اعتبار رسانه‌های داخلی در برابر رسانه‌های خارجی زیر سوال رفت. بیژن نفیسی که از او به عنوان مدرس روزنامه‌نگاری و کارشناس رسانه مقیم تهران نام برده شده، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره تکرار اخبار نادرست رسانه‌های داخلی در مواقع بحرانی گفت که ناهماهنگی بین رسانه‌ها در مواقع خاص می‌تواند اثر سوء داشته باشد، به طوری که ممکن است رسانه‌های ما در بمباران اطلاعات درست و غلط نتوانند خبر درست را برای مخاطب انعکاس بدهند. البته این کارشناس رسانه اشاره‌ای به نقش نهادهای امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی در اعمال سانسور و تزریق خبرهای نادرست از طریق رسانه‌های وابسته به حکومت به نقل از منابع آگاه نکرد. شماری از روزنامه‌نگاران مستقل در شبکه ایکس با مقایسه اخبار متناقض رسانه‌های داخلی و مقامات حکومتی درباره سانحه سقوط بالگرد و وضعیت سرنشینانش آن را زوال اعتبار رسانه‌ها دانستند. بیننده گنجمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها.
دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه ویست ساید میدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، ویست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در ویست ساید میدیکال فارمسی موجود است. در کلینیک سوکال میدسواز زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره‌مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاز تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. احمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با صدور بخشنامه ای از همه دادستانهای عمومی و انقلاب خواست با اتخاذ تدابیر لازم با افرادی که با سوء استفاده از فضای مجازی در مورد حادثه کشته شدن سران حکومت اذهان عمومی را مشوش می کنند و به ادعای او محتوای خلاف واقع منتشر و نشر اکاذیب و توهین می کنند، مطابق مقررات برخورد سریع و بازدارنده صورت بدهند. در پی این دستور کاربران حامی حکومت هم در فضای مجازی به ویژه ایکس به گردآوری اطلاعات کاربرانی مشغول شدند که از کشته شدن رئیس دولت 13 و همراهانش شاد هستند. آنها از دیگر همفکران خود هم خواستند تا اطلاعات مخالفان جمهوری اسلامی و کاربران مسرور از مرگ مقامات نظام را گردآوری کنند و برای برخورد در اختیار مقامات امنیتی و قضایی قرار بدهند. با وجود این تهدیدها اما تصاویر دریافتی از ایران و خارج از ایران نشان می‌دهد که ایرانیان زیادی در مرگ مقامات ارشد جمهوری اسلامی به دست افشانی و پایکوبی پرداخته و از انتشار تصاویر شادی خود در فضای مجازی و نوشتن متن‌های عبرت‌آموز برای سیاستمداران و سران جمهوری اسلامی ترس و ابایی ندارند. مجله سینمایی ورایتی خبر داد که ساخت سریال آخرین شاه که زندگی محمد رضا شاه پهلوی از آغاز سلطنت او بعد از جنگ جهانی دوم تا سقوط پادشاهی با انقلاب بهمن 57 اسلامی را در بر می‌گیرد آغاز شده است. ورایتی در گزارش اختصاصی نوشت سریال آخرین شاه به کارگردانی موری روزمارین با الهام از سریال تاج درباره زندگی و سلطنت ملکه بریتانیا الیزابت دوم ساخته می‌شود. سریال 60 قسمتی تاج توسط شبکه نتفلیکس و به کارگردانی پیتر مورگان ساخته شده بود.
به نوشته برایتی، سریال آخرین شاه تنها واجد نگاهی تاریخی به فضای سیاسی نیست، بلکه دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، همسر سوم شهبانو فرح پهلوی، روابط شخصی، بحران‌های خانوادگی، دسیسه‌ها و خیانت‌های داخل کاخ و آشوب‌های مذهبی در کشور را دنبال می‌کند که با ابعادی شبیه کارهای ویلیام شکسپیر، همه آنها مقابل انبار باروتی از یورش انقلاب قرار گرفت که مسیر تاریخ را تغییر داد. در این گزارش به شهبانو فرح پهلوی اشاره شده که اغلب با ژاکلین همسر جان اف کندی، رئیس جمهور سابق آمریکا مقایسه می‌شود و می‌افزاید که شهبانو فرح قهرمان حقوق زنان و هنر مدرن بود. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.